بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دوستاني عزيز سروران جرامي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در خدمت شما سروران قرار داریم در برنامه زیبای شگفتی های آفرینش. دوستان عزیز، هدف ما از این برنامه ایست که ما چگونه خداوند متعال بشناسیم و چگونه عظمت و بزرگی این خالق عظیم را در قلبهای خود جا بجا بسازیم، و این یکی از مهمترین اساسات دین و عقیده ما مسلمان ها هست. اگر کلن به تمام مسائل دین و رسالت های آسمانی ما بنگریم و متوجه شویم، به این نتیجه می رسیم که خداوند متعال تمام رسالت های آسمانیش که به پیامبران فرستاده بود یک چیز بود، او وحدانیت خداوند هست و پرستش خداوند یکتا هست. این خلاصه تمام رسالت های الهی و پیامبرانی بود که برای امتهای خود این رسالت الهی را تقدیم نمودن. پس ایز دوستا، هدف اولی و آخری ما از چنین برنامه ها و از چنین موضوعات که ما چگونه خداوند را بشناسیم و چگونه عظمت و بزرگی اون خالق را در زندگی خود پیاده بسازیم و بدانیم که خالق هستی خداوند هست و هر خرد و بزرگ که ما در جهان میبینیم او مخلوق هست و خالق بزرگتر و بزرگتر هست. این هدف ما از برنامه های ما هست دوستان. وقتی که ما هر برنامه را خاصتاً که به موضوع قرآن ارتباط میگیرد یا به موضوع عقیده را میگیرد، هدف نهایی ما از چین برنامه ها همیست که خداوند را باید بشناسیم و درست بشناسیم و بعد از شناسایی خداوند به پرستش و بندگی موضوعات اقدس الهی بپردازیم. لذا ما یک یک از همین مسائل را در روشنی کتاب خداوند و در روشنی سنت پیامبر علیه السلام و در روشنی حقیقت‌های علمی معاصره که امروز بشر به او دسترسی پیدا کرده است و خدمت شما عزیزان عرض بکنیم. حقیقت هستی چیست دوستا؟ خداوند متعال در سوره فصلت آیه 53 می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يعني بتحقيق در آفرينش آسمانها وزمين واختلاف شب روز، دیگرگونی شب روز نشانهایست برای خردمندان. این معنای آیت هست. در رابطه با این آیه کمی اگر تفصیلی بپردازیم بهتر است که حدیثی داریم، بسیار حدیث زیبایی است که در رابطه به همین آیه ذکر شده است. ابن حبان از عطا روایت میکند و عطا از عایشه رضی الله عنها روایت نموده است که فرمودند پیامبر صلی الله علیه وسلم در نوبت من نزدم آمد و فرمود. عایشه رضی الله عنها میگوید، یعنی ام المؤمنین، مادر ما و شما و تمام مسلمانان، فقیهة الامت، محبوب ترین همسران پیامبر صلی الله علیه وسلم، عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، اونها می فرماین که آن شبی که نوبت من بود پیامبر صلی الله علیه وسلم نزدم آمد و برایم چنین فرمود که ای عایشه، بگذار امشب را به عبادت پروردگارم بپردازم.
یعنی رسول صلی الله علیه و سلم همسران متعددی داشت و هر شب نزد یکی از همسرانش میرفت و به شکل نوبت با همسرانشان یک شب را سپری میکرد. وقتی که نزد عایشه رضی الله عنها آمد، ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت میکند و میگوید که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد نزدم در نوبت من، برای ما فرمود که ای عایشه، من را بگذار که به عبادت و پرستش پروردگارم بپردازم. سبحان الله. یعنی در اینجا در خانه یا اتاق عایشه صدیقه رضی الله عنها رسول صلی الله علیه وسلم به خاطر پرستش و عبادت پروردگارش میپردازد. بدون شک وقتی که رسول صلی الله علیه وسلم یک چیز را تقاضا میکند از یکی از همسرانش، دیگر خصوصا مسئله عبادت و پرستش خداوند، کسی نیست که مخالفت از او را بکند. رسول علیه السلام تقاضای پرستش و عبادت خدا را میکند از عایشه صدیقه و اونها هم برایشان اجازت میدهند و میگویند که موافق هستم که شما پرستش و عبادت پروردگارتان را بکنید. بعد از فیلم می فرماید که سپس به طرف مشک آب رفتن. این رسول صلی الله علیه و سلم اونجا مشک آب بود، اونجا رفتن وضو گرفتن و آنگاه بعد از وضو گرفتن به نماز استاد شدن و در نماز آنقدر گریست که محاسینشان تر شد و خیس شد و سپس به سجده کرد و آنقدر گریست که زمین را تر کرد، یعنی خیس کرد. آنگاه به پهلو دراز کشید تا اینکه بلال آمد و از وقت نماز صبح او را خبر داد. سبحان الله. یعنی معنای از این حدیث که ایست که رسول صلی الله علیه وسلم در طول شب تهجد کرد، قیام اللیل نمود تا اینکه بلال رضی الله عنه مؤذن اسلام، مؤذن رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد، برایش اجازه خواست و او را خبر داد از چی؟ از نماز صبح. وقتی که بلال رضی الله عنه آمد و رسول صلی الله علیه وسلم را در این حالت دید، با دیدن چشمان اشکبار پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسید که ای رسول خدا، یعنی از رسول صلی الله علیه وسلم پرسید که ای رسول خدا، چی رخ داده است که آنقدر گریه کردین؟ بلال رضی الله عنه میپرسد چی چیز موجب گریستن شما شده است در حالی که تمام لغزش های پسین و پیشین شما بخشیده شده است؟ یعنی خداوند شما را تمام لغزش های قبلی و بعدی شما را برای شما بخشیده است، چه رخ داده است که اینقدر گریه میکنید ای پیامبر خدا؟ پیامبر علیه السلام در جواب بلال رضی الله عنه میفرماید که تو چی میگوی ای بلال؟ چگونه نگریم در حالی که امشب این آیه برای بالای من نازل شده است؟ یعنی این آیه در همون شب بالای پیامبر علیه السلام نازل شد که در ابتدای برنامه خدمت شما تلاوت کردیم که این فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. بلال ادنو میپرسد که ای رسول خدا، چه علت است سبب گریه نمودن شما و آن گریه که به این اندازه شدید هست، چه علت است؟ رسول صلی الله علیه وسلم در جواب میگوید که ای بلال، چرا نگریم در حالی که بالای من در این شب این آیت نازل شده است که این فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، وای بر کسی که آن را بخواند اما در آن تدبر نکند، وای بر کسی که این آیت را بخواند و در آن تدبر نکند. سبحان الله. این آیت درس بزرگی هست، یا این حدیث درس بزرگی هست. درس به این معنی است که رسول صلی الله علیه وسلم وقتی که آیات بالاش نازل می شد، اون آیات با کمال تدبر، با کمال اندیشیدن اون را تلاوت می کرد و می خواند.
و از تلاوت و خواندن این آیت ها متاثر می شد و این تأثیر پیامبر صلی الله علیه و سلم در نتیجه مفهوم آیات قرآنی بود. پس این آیت دلالت به چی کرد؟ به این کرد که خداوند متعال در این آیت فرمود که در آفرینش آسمان ها و زمین و دیگرگونی شب روز نشانه های است برای خردمندان. یعنی در آسمان ها، سماوات جمع سما از سما آسمان می گوید، ارض زمین می گوید. و بعد از او دو موضوع دیگر را هم خداوند متعال اشاره کرد که اختلاف لیل و نهار، دیگرگونی شب و روز. مثلا شب می آید روز تمام می شود، روز می آید شب تمام می شود. این چیز یعنی رفت و آمد شب و روز. پس چهار چیز خداوند متعال اشاره کرد: اول آفرینش آسمان ها و زمین، دوم تغییرات شب و روز. در این چهار مخلوقات خداوند نشانه های بزرگی است برای خردمندان. این نشانه های بزرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم درک کرد که این چی هست. حسن بصری رحمه الله که یکی از تابعین این امت بود می فرماید که اگر در گفتار کسی حکمت نباشد دچار لغو، و اگر سکوت او با تفکر همراه نباشد دچار سهو می شود، و اگر نگاه او عبرت آمیز نباشد دچار لهو شده است. ببینید که خداوند متعال بر انسان عقل داده است و از انسان خواسته است که از عقلش استفاده کند، عقلش را در چیزهای خوب استعمال بکند. لذا در قرآن کریم وقتی که ما می‌بینیم لأولی الالباب، لأولی الابصار، افلا یعلمون، افلا یعقلون، افلا تبصرون، افلا یبصرون، این چیز عبارات قرآنی هست که همش یک مفهوم دارد. چرا نمی فهمند؟ چرا عقل ندارند؟ چرا نمی اندیشند؟ چرا تفکر نمی کنند؟ این همش ربط می گیرد به چی؟ به عقل انسان. پس خداوند متعال از انسان خواسته است که از عقلش استفاده بهینه بکند، استفاده عظیم بکند، استفاده بزرگ بکند. و خداوند متعال آسمان ها و زمین را به حق آفریده است و می فرماید که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. این آیه دیگر است در چی؟ در سوره فصلت. در سوره فصلت معنای آیه چیست؟ معنای آیه است که ما به آنانی که منکر اسلام و قرآن دند هر چی زودتر دلائل و نشانه های خود را در اقطار و نواحی آسمان ها و زمین که جهان کبیر هست و در داخل و درون خودشان که جهان صغیر هست به آنان که منکر اسلام و قرآن هستند نشان خواهیم داد، تا برایشان روشن و آشکار گردد که اسلام و قرآن حق هست. حتی یتبین لهم انه الحق. این آیه دیگری بود که ما انسانها را خداوند متعال متوجه می سازد که در جهان و در خود باندیشیم. در جهان و در خود باندیشیم. جهان یعنی هستی که او را چی می گوید؟ او را آفاق می گوید قرآن کریم. آفاق به معنی جهان کبیر. آفاق تمامه اون کائناتی که خداوند متعال در چاربر معافرده است، ای آفاق شد. هر چیزی که پیرامون انسان قرار دارد او چی است؟ او آفاق است که او را به نام جهان کبیر یاد می کند که شامل آسمان ها و زمین و چیزی که در بین زمین و آسمان هست و ما بینهما. و نقطه دومی را که خداوند متعال در قرآن ذکر کرد و فی انفسهم، یکی اندیشیدن در آفاق هست، در جهان کبیر هست، و یکی
اندیشیدن در خود ذات انسان هست، در خود آفرینش انسان هست. و فی انفسهم که این در جهان صغیر میگوید. اگر شما ببینین انسان هم مخلوق کوچک نیست. امروز ما انسان ها خیلی غافل هستیم و در غفلت قرار داریم. هیچ نه در جهان اندیشیدیم و نه در خود اندیشیدیم. کمی اگر انسان در خود مکس کند و در دیگر زندگان ها مکس کند که خداوند متعال به چی زیبایی ما را آفریده است و جهان آفریده است، که انسان با این شکل بیرونی و این سیستم های درونی که خداوند آفریده است و این سیستم درونی ما که خداوند متعال به چی دقت و به چی نظم آفریده است، که هیچ یکی از سیستم های داخلی ما تأخیر و تقدیم نمی کند ولی وظیفه خود را به شکل درست انجام می داد. یک جهان هست، آفرینش انسان یک جهان هست. ببینید ما شما دوستا می خوریم می نوشیم دیگه مسئله تمام شد. آیا یک روز هم فکر کردیم که همین غذایی که نوشیجان می کنیم و همین نوشیدنی های را که می نوشیم با کجا می رود و چطور در بدن ما وچ می کند، محلول می شود و مبدل به پروتین، مبدل به انرژی می شود در بدن ما، به خون می رود و از او چیزهای مفید در بدن باقی می ماند و چیزهای مضر و بیفایده از بدن خارج می شود. این یک جهان هست، وجود ما انسان ها یک جهان هست. پس خداوند متعال ما را امر کرد که هم در جهان کبیر که آفاق گفته او را قرآن کریم و هم در جهان صغیر که او را قرآن کریم و فی انفسهم گفته است و بعد از او گفته است که حتی یتبین لهم انه الحق. اگر انسان به شکل درست هم در آفاق هم در جهان اندیشید، هم در جهان اندیشید و هم در خود اندیشید، بدون شک برایش ثابت میگردد که انه الحق، که همی دین اسلام حق است و همی قرآن حق است. انه الحق ضمیر به کجا راجع میشود؟ به اسلام و به قرآن کریم، که این کتاب حق است، کتاب خداوند هست و این دین، دین حق است، دین خداوند هست. پس خداوند متعال به خاطر اثبات دینش و اثبات کتابش این سیستم برای ما بیان نمود که مسلمانان باید در انسان ها باید در جان بندیشن تا خدای خود را بشناسن و به او ایمان بیارن و پرستش و بندگی موضوعات اقدس الهی را بکنن. خداوند متعال برای ما توفیق بدهد که ایمان خود را قوی بسازیم، عقیده خود را راسخ بسازیم و به طاعت و بندگی خداوند بپردازیم. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.